دیگه چه شغلی میخواین؟ چه شغلی آسونتر از این؟ یه چیزی میگیری دسته. سلام بچه ها، من دریام، خوش اومدین به کانال یوتیوب من و یه ویدیو دیگه. بچه ها توی این قسمت، یعنی اصلا دلم واسه اتاقم تنگ شده بود، یه مدت زیادی بود ویدیوی اینجوری پشت کامپیوتری پشت میزی نداشتیم که کلی دلم تنگ شده بود واقعا. یه ویدیوی خیلی خفن و متفاوت امروز داریم. امروز میخوایم با هم دیگه یه سری آدمایی رو ببینیم که شغلاشون یعنی رویا و آرزوهای بچگیمونه. بچگی نه، بچگی بزرگسالی، کلا کسایی که شغلای بالاخره خیلی باحال و عجیبی دارن دیگه. میخوام اینا رو با هم ببینیم. پس با من باشین، بریم سر ویدیوها. نگه به مردم فکر میکنم من یعنی چی؟ یعنی من نفهمیدم، یعنی در واقع یه آدمی هست که استخدامش میکنم بعد اون لباس سبز بشه که توپ اینا رو بندازه تو دروازه، بعد یعنی تمام اینایی که تو تیک تاک و اینستاگرام و اینا تو پنم نه فوتبال بسکتبال از راه دور اینا همه رو شوت میکنم میاره تو دروازه، این علکی بوده؟ بعد خب مگه آدم پول در میاره از این راه؟ من اینو نمیفهمم حقوقش چقدره که من خودم یه نه لباس سبزای پوشم میرم. آقا این باحال بود، این شغل با منزه بود که این لباس سبزای پوشی. ببین ویدیو بعدی. خب این شغلش او بچه ها از این نقاشی هست که مثلا برای کریسمس و اینا میکشن روی شیشا، اینا رو آدم میکشه؟ من تا الان فکر میکنم اینا برچسبیه، در واقع این برچسب ها رو میخرم بعد برچسب رو میچسبونن. اینا برچسب نیستن، با رنگ اینا رو نقاشی میکنن. بعد تو چقدر دقیق و خوشگل داشت اینا رو میکشی. من اگه بودم اصلا تمام تو در و دیوار بود نقاشی میکنم، من حتی توی یه چیزی رو نمیتونستم رنگ بکنم. ولی خیلی شغل باحالی، یعنی کلی فانه دیگه، میشه نقاشی میکنی رو در و دیوار. بچه بودم شاید رویای بچگیام این بود که بشنم در دیوار نقاشی کنم. بذار ببینیم کار بعدی چیه. کارش چیه؟ یه دونه سوراخ رو میکنه بعد عینا میکنه که اندازه میکنن تو زمین، بعد میره یه سوراخ جدید درست میکنه. که بعد چی بشه؟ بعد میگه بعضی وقتا این سوراخ ها کوچیکه. من فکرم خیلی بد دارم حرف زدم. سوراخ ها کوچیکه، اونو خاک رو در میاره، چمن رو میذاره توش، بعد شن میریزه که چی بشه. این چه شغلیه که میگه برگرد سوراخ جدید درست کنم. هشتگ هات آفتر وایرال فور افکت. فهمیدین چی بود؟ این سوراخ گلف بود. این دوستمون کارش اینه که تو زمینای گلف میره سوراخ قبلی رو ورم داره سوراخ جدید درست میکنه. واقعا این شغلی نبود که دوست داشته باشم تو زندگیم ادامه بدم و داشته باشم، ولی شغل جالبی بود دیگه. زده 20,000 دلار میگیره که در سال دو بار بره بالای اینجا این برجه چراغشو عوض بکنه. یعنی 20,000 دلار به تومن چقدر میشه؟ 20 ضرب در 3 30 تومن بگیریم، خیلی میشه دیگه، خیلی میشه که دو بار در سال کار بکنی، یعنی کل سال میتونی بخوری و بخوابی. یا یعنی اینکه نه، وایسا ببینم، اگه 4 تا از این برجا باشه یعنی میتونی دو بار در سال، این کلا در سال یک هفته کار میکنی کلی پول میبری. چه ارتفاعی مگه داره؟ من 100% تازه بودم این کار رو انجام. اونا ابره؟ چجوری بعد میرن اون بالا؟ یعنی واسه این کار باید نردبون بذاری از ابرا بری بالاتر. تو کامنت ها برام بنویسین بچه ها که ارزششو داره واسه 20,000 تا یه نردبونی و بریم بالا که از ابرا میره بالاتر. یعنی فکر کن دیگه چه ارتفاعیه. یعنی من همین دمش فکر میکنم زانوام داره میلرزه، است من ترس از ارتفاع دارم. ولی خیلی شغل باحالیه. نمیدونم قیمتش میارزه نمیارزه.
خب ویدیوی بعدی میگه زندگی من به عنوان مدل دست، یعنی این تبلیغا که میبینین در واقع اینا مدل دارن. خب من فکر نمی کنم میتونستم مدل این قضیه بشم، ولی شغلش اینه، کلا میره یه چیزی میگیره از دستش عکس میگیرن. دیگه چه شغلی میخوای؟ چه شغلی آسون تر از این یه چیزی میگیری دستت؟ مردم ببین چه جوری دارن پول در میارن. شغل بعدی میگه که من میدونم این چه شغلیه بچه ها. میدونی که تمام این عکسای غذاهایی که ما میبینیم در واقع اینا عکس، یعنی عکس از غذا نیست، در واقع همش الکیه، اینا اصلا غذا نیستن، اینا خوردنی نیستن. من میدونستم که الان گفتش که روی این یخا بعد یخ الکیه در واقع روش هم اسپری آب بزن که اینا مثلا خیلی سرده، در صورتی که اصلا این لیوان سرد نیستش. من اینو میدونستم به خاطر اینکه میدونستم مثلا آبجو و تمام اینا در واقع اون کفی که روش اصلا کف اون نیستش، نوشابه و اینا دیدی مثلا تو عکس میذارن بعد مثلا کف روشه، این کفه کف نیست. چی داری میگی؟ چه کفه نوشابه سری میخوابه، اینا واسه اینکه اون باشه صابون و اینا حتی میریزن توش که اون کف بکنه، اون کفه بعد بمونه. یه همچین چیزی یه جا خونده بودن. حالا گیر ندین، این شغلش اینه که اینا رو آماده میکنه برای اینکه عکاسی بکنن. بریم ویدیو بعدی. ارن یگا تو شغلش قشنگ فرو رفته دیگه بچه ها. شغل دوستمون اینه که صدای شخصیت های انیمه است. واقعا نون حلال خور که میگن همینه، یعنی انقدر که این داره از دل و جون مایه میذاره آقا رگای گردنش زده بیرون. واقعا دوبلوری کار سختیه ها. دوباره خودشه. من خیلی دوست داشتم دوبلور بشم یا مثلا صدای انیمه بچه که بودم، البته به خاطر اینکه صدای منم البته صدایی نیستش که صدای شخصیتی بخواد باشه، ولی کار خیلی سختی، اصلا کاری نیست که بتونی راحت هم انجامش بدن. یعنی واقعا خیلی ریسپکت و احترام براشون باید قائل بود. بریم ویدیو بعدی. زده که من 40 ساعت در هفته کیک دکور کیک رو انجام میده، کیک تزیین میکنه. همم اینه هم آقا این شغلیه که من خیلی دوست داشتم داشته باشم، واسه اینکه من کلا کارهای روتین رو دوست دارم، مخصوصا روتین اینجوری بعد نمی خوشگلش کنم، خیلی باحاله. 40 ساعت در هفته حالا شاید نه، ولی به عنوان هابی طور دوست داشتم این شغل رو داشته باشم. بریم ویدیو بعدی. بچه اگه نمیدونین این چیه، اینا پرتسل یه نون آلمانیه. بعد من نمیدونستم اینجوری درست میکنم، دستگاه اونجوری میکنه دیگه، حرکت دستو یعنی دیدین برای من اگه اوتا اصلا نمیتونستم درستش کنم. در دیگه من هر روز ساعت 9 شروع میکنم کندی کراش بازی میکنم. کندی کراش اگه نمیدونی چه، این بازی یه بازی بودش که اینجوری سه تا سه تا با هم شکلات شیرنیا رو چیز میکردی. آقا این شغل هم میتونه واقعا شغل مورد علاقه من باشه، کم یه چیز روتینش هستم یه چیزایی رو خورد میکنم، شغل خوبیه. ولی بکنم دستشون خیلی دست آدم درد میگیری بخوای اینا رو عمل خورد کنه. بعد چرا شخص بعد اینا رو خورد کنه؟ نمیشه اینا رو مثلا ماشینای کارخونه اینا رو خورد کنه؟ آیا راحت تر نیسته که یه نفر وای نسته از ساعت 9 صبح تیکه تیکه نکنه؟ ویدیو بعدی یارو اوکی. به خاطر اینکه گرینچ اگه نمیدونی چه، یه شخصیت کارتونیه که خب خیلی اعصاب نداره. اوکی دوست داشتم که اینجوری برم. بعد میتونی با همه بد اخلاق باشی، هرچی دوست داری به هر کی دلت میخواد بگی وقتی شخصیت گرینچ باشی، ولی توی این کاستیوم اگه پوشته باشین خیلی گرمه، یعنی اون تو اون زیر اون گیریم و اون لباس گنده و اینا الان داغون میشه. برای همین هیچ وقت دوست نداشتم این شغل داشته باشم، گرچه کاستیومش رو دوست داشتم اصلا بپوشم، ولی این شغل خیلی شغل سختی، اصلا شغل راحتی نیست. بچه شغل این دوستمون اینه که پرنسسه.
اگه نمیدونین توی نمیدونم تو ایرانم هست که نه، ولی توی خب آمریکا اروپا اینا برای تولد بچه هاشون زنگ میزنن پرنسس دعوت میکنن که اون پرنسس دیزنی حالا شخصیت مورد علاقه که برای تولد میخواستن اون لباس میپوشه خوش مثلا سیندرلا میکنه، سیندرلا میاد و میتونه بچه ها با سیندرلا حرف بزنن، با سیندرلا عکس بگیرن و سیندرلا برشون آهنگای سیندرلا رو میخونه، داستانای سیندرلایی میگه، اینا داستان آشنایشو مثلا با پرنس براشون میگه. از اینجا بعد بچه ها خوش میگذره. من خیلی دوست داشتم این شغل رو داشته باشم، یعنی یکی از آرزوهای همیشگیمه که پرنسس بشم. شغل دوسته و اینه که راه میره سر جاش، بعد صدای روی ویدیوها صدای راه رفتن و اینا میذاره، یعنی از مردم از راه رفتنشون هم دارن پول در میارن تو خونه، اینطور میخوام بهتون بگم. ولی فکر کنم راه رفتن و کفش پاشنه بلند چند ساعت بر راه بری در روز و کار سختی باشه. شغلش اینه که پری دریاییه، شغلش اینه که توی آکواریوم پری دریایی، یعنی دیگه چه شغلی میخوای از این بهتر؟ با بچه ها بای بای میکنی، بعد با ماهی ها شنا میکنی، آقا این شغل خیلی خوبه. من اگه بودم اولا که چشام تمام مدت بسته بود و اینا، بعد چجوری نفسشون اونقدر طولایی نگه میدم، من اگه بودم خفه میشدم. چجوری؟ بعد شغل سختی هم شد، الان که فکر میکنم اونقدر که فکر میکنم راحت نیست. بریم شغل بعدی، اینا رو میریزه اون تو، بعد یه چیز اینجوری میکنه. آقا این شغل همینجا معلومه که شغل سختیه، اصلا شغل مناسب کسایی که اوسیدی دارن و وسواس. آجور میسازه دوستمون و چقدر خوشگل منظم اینا رو، یعنی شغلیه که من میتونم لذت ببرم ازش، اینا رو همه رو قرینه 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 در بیارم. ولی بعد شغل خیلی سختی باشه اون زیر آفتاب، هی بعد سه تا آجر هم لازم نیست که در بیاری، بعد 500 تا آجر در بیاری. ببینید شغل این دوستم اینه که، یعنی میکلانج زمانت رو بشناس، شغلش اینه که از درخت اینجوری بعد میبره، من اگه بودم دیگه خراب کرده بودم تا اینجا شد. یعنی هیچ طرحی ندارن، همینجوری اره رو میندازن تو درخت و مجسمه از توش در میارن. بعد قراره چی بشه؟ اسبه، اسبه درسته؟ اسب چرا؟ اسبه که تاج داره، گوزن بود. چجوری از توی تنه درخت همینجور با اره برقی اینجوری کرد و گوزن رو ورد؟ اصلا مگه داریم؟ مگه میشه؟ واقعا پشمام به این کار. بعد چقدر خوشگل شد، چه هنری داره. ولی به نظر من هنوز هم از همه شغلا بهتر همین پرنسسه بود که پرنسس بشیم. البته نه، واسه اونم که شغلش نقاشی روی دیوار بود اونم خیلی باحال بود. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و از این سبک ویدیو هم خوشتون اومد، حتما برام توی لایک قسمت کامنت ها بنویسین لایک که نه. و اینکه مرسی که تا اینجای ویدیو با من گفتم چی دارم میگم، و اینکه لایک و ساب و این زنگوله اصلا یادتون نره. خیلی ستون ندارم ویدیو بعدی. خدا خیلی.